رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را هر کجا که خواستید و توانستید بروبایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. لومون به تاریخ 17 ژانویه 2002 نوشت، اریک رولو میگوید به درخواست فرانسوا میتران در تهران با محسن رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران و مسئول سرویس های ویژه مذاکره و در تاریخ 13 مارس 1986 درباره شرایط تحویل 4 گروگان فرانسوی به رولان دوما وزیر خارجه در دمشق در 15 مارس به توافقی دست یافته بوده. به گفته رولو طرف مخاطب او روز بعد با لحنی گستاخانه موافقت نامه رو لغو شده اعلام کرده. رولو میگوید همون هنگام آگاه شده است که فرستادگان آقای شیراک در همون ساختمان پیشنهادات چربتری ارائه میکردند. اریک رولو میگوید نمیدانم چه کسانی همزمان با من از سوی دست راستی های فرانسه مذاکره میکردند، اما توضیحات دقیقی درباره بالا بردن وجه المعامله میدهد. Il dit, écoutez, strictement entre nous, pendant que vous négociez dans le bureau de Rafik Douce, dans la pièce d'à côté, il y avait des hommes venus de Paris qui représentaient l'opposition. Et chaque fois que vous faisiez une proposition, on la transmettait et il doublait la mise. به گفته رولو در دستور مأموریت صادره از سوی فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه قید شده بود که به تقاضای ایران مبنی بر اخراج مخالفان رژیم پناهنده در فرانسه پاسخ منفی داده شود. لیکن دست راستی ها این درخواست را پذیرفته بودند. از این بدتر آنها وعده داده بودند چشمان خود را بر ربوده شدن مخالفان در فرانسه ببندند. به نوشته لوموند رولو از این اظهارات خود دو نتیجه گیری بسیار خطیر می کند. اول اینکه آزاد شدن گروگان‌ها به مدت 2 سال به تأخیر افتاده. آنها روز 4 مه 1988 به فرانسه باز می گردند. دوم، ناتوانی دولت دست راستی در انجام همه وعده‌هایی که در مارس 1986 به رژیم خمینی داده بود. به همین خاطر رژیم تهران برای اینکه تعهدات دولت دست راستی فرانسه را به آنها یادآوری کند